روان دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین آدم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. ماه رمضان فعلا ما شما در 27 شعبان قرار داریم که بعد از این رمضان است. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که وقتی که رمضان می آید قرآن هم میگه که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. و تکبیر عظمت الله را بیان کنین بعد از رمضان به مو طریقی که الله هدایت کرده شما را، و سپاسگزاری نعم الله نعمتاش را بکنین که عبادت سبب مغفرت گناه ها، سبب نعمت هاست، جنت هاست، ولی را بسیار آسان براتون تعیین کرده است. شما را ماه رمضان چقدر 30 روز یا 29 روز؟ 30-29 بین میقص 29 بود ماه رمضان، بعضی وقت 29 میباشه. صحیح است، زیرا ماه رمضان ماه قمری شمسی نیست، ماه شمسی 30 و 31 است. 30 و 31 ماه رمضان 29 هم میاد، این را تکمیل کنید. و در ارتباط فضیلت این ماه رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار احادیث است که ما بعضش اینجا جمع کردیم. اگر که اصل عبادت و فضیلتش که در قرآن حدیث باشد، با یکم حدیث ضعیف هم اگر باشد جدا نباشد، میشه که انسان در فضیلتش را هم بیان کنه. انا بی هریره رضی الله عنه میچن فضایل این ماه را برتان بگم. روزش ها نه، روزش خو سر حدیث دیگر، فقط خود این ماه چه برکت داره که کمره خود باید ما شما بسته کنه. بسیار عمر انسان بسیار کم است، انسان نمیفهمد که تا که زنده میمان. آیا ما شما تا رمضان بعدی زنده هستیم یا نه؟ این معلوم نیست. به این خاطر باید از اول آمادگی داشته باشیم. ابی هریره میگه که قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی عادتش امی بود، یبشر اصحابه، بشارت میداد، خوشخبری میداد اصحاب خدا. مؤمنین رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را بشارت میداد. به چی؟ با آمدن رمضان. یقول میگفت که قد جاءکم شهر رمضان، بدون شک آمدگی شما را ماه رمضان، ماه رمضان برتان رسید. کدام ماه؟ شهر مبارکون، ماهی است که دهی الله برکات انداخته، خیر و منفعت مؤمنین دهی انداخته است. کتب الله علیکم صیامه، الله کتب نوشته کرده، فرض کرده به بالا شما روزی ازیره که روزه بگیرین. اول فرض دهی ماه چیست؟ روزه گرفته. غیر از این نماز دیگه فرایض است، ولی چیزی که جدید است، یک فریضه نو است، روزه گرفتن است. و روزه را شما میفهمین که از خوردن نوشیدن و شهوات جنسی انسان از اون وقت فجر که شروع میشه تا وقت غروب آفتاب. الله این روزه را فرض کرده. فجر امروز حال چند بجه شروع میشه؟ 3 بجه. یکم 3 یا 1 دقیقه به 3 بانه. 3 بجه. 3 بجه صبح فجر صبح داخل میشه. پیش از 3 بجه میشه سحری بکنه. یک 5 دقیقه که به 3 مان خلاص. یا 3 دقیقه مان بند خوراکتا. 2.5 بجه کسی بخیزه به سحری، بسیار سحری ثواب داره و این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. باید انسان سحری بکنه، در سحری بخیزه. در این بسیار برکات است، ثواب هاست. ولی تا 3 بجه که شد خلاص، خوراک این گپا بند باشه، بعد روزه شروع میشه. بنابراین دمیج یک گپا برتان بگم، بهتر است که
همی 3:15 یا 3:20 نماز خونده شد. خب صحیح نیست که میخیزی وقت صبح 3 بجه شروع شده. بعض مردم که همی ملازان داد یعنی افطاری را بند کرد خواب میشه. خواب نشد. اگر وقت هم خلاص کردی 2:30 بجه نماز نفل خونده برو. حتی شما میتونین که تراویح را بخونین بازم نفل ادامه بدین. این تو حدیث هست. من نیست تراویح را 20 رکعت خوندی هر قدر که خوندی بازم 2:30 بجه که خیستی افطاری کردی یا وقت است بخون 2 رکعت هر قدر که تونی خواب نکنه. در نماز خدا برسانی نماز صبح بخونی. اگر کسی تا آفتاب برآمده باز عبادت کنه 2 رکعت نماز بخونه و این حدیث است که به اندازه حج عمره ثوابش است. نماز صبح خواندی تا آفتاب طلوع برآمده. حالا 20 کم 5 آفتاب طلوع میکنه. تا 20 کم 5. میشه با بعد از 5 خواب شوی. این خوب بسیار بیدن ماه رمضان دیگه باید انسان در عبادت و اطاعت و ذکر و اینا بسیار درجه داره. زور رو بیاندازه. ولی بسیاری کسا کن و افطاری را کرد خواب است. حتی در نماز در جماعت نمیه صبح. یک مصیبت چیز که مولوی ها در مسجد ها نماز 4 بجه اعلان میکنن. چرا؟ همه تا 4 بجه کشیش تا میتونه چشماش پت میشه. نه 3:15 بخوان. تا 3 بجه 15 دقیقه تا من وضو میکنن. یا 3:20 20 دقیقه وضو میکنن. بعضی کسایی که میشه تا 3 بجه ناوقتر بخیزه افطار کنه. بعد از 20 دقیقه وضو خود تکمیل کنه. با سنت خودم بخوان 3:20 نماز بخوان. اگر خوابم شد خیر جماعت خوبی گیره. در حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کسی نماز خفتنه با جماعت بخونه و صبح گویا که تمام شب عبادت کرده بود. نماز صبح یه حدیث بخاری است و نماز خفتنه با جماعت بخونه کل شبش در عبادت حساب میشه. چرا ما این ثواب بزرگ دست بتیم در رمضان و اکثریت میبینیم که در نماز صبح به جماعت نمیاد خاطر اینکه من شب هم کوتاست تا تراویح را که میخونه تا 11 بجه میشه. بعد 11 12 1 2 2 بجه بخیر 3 ساعت خواب است. خیر است میشه که ما 15 تا یا 10 تا 5 خواب کنیم تا 5 جده قرآن خواندن ماه قرآن است. کوشش کنیم که در روز 2 سپاره قرآن پیش خود بخوانیم. دور هم که بخوانیم زیاد است و این بهترین وقت شیست که از 3:30 خلاص شد نماز 4:30 وانه 1 ساعت میشه. در 1 ساعت 2 سپاره میشه. اگه تا 15 کم 5 باشد که با شما 2 رکعت نمازش را خواهم بخوانید و نه 1 ساعت 15 دقیقه خوب 2 سپاره بسیار به تدبر خوانده میشه. یعنی بهترین وقتش است. یا 10 دقیقه از کار صبح بخوانید. از کار صبح شما هم یاد بگیرین. شما باید که میکسه این جمعه را بخوانید. اون کتاب ها هست از کار صبح شما 10 دقیقه را میگیرم. 10 دقیقه او 1 ساعت دیگه تلاوت کنید. زیرا در این ماه قرآن ما تفسیر هم انشاءالله براتون میگیم که شروع میکنیم. خب دورهای تفسیر قرآن هر جای اون شروع شده گیست و دو هم میتونین شرکت کنین. کسایی که خصوصا سرش فشار نمیاد و در ممتاز محل و تل ممتاز محل مولای شه متوکل اون شروع میکنه. حتی چی رو آماده کردم میگم او یک ذره دور است و موتر است آنه. موتر ترانسپورت هم گفتار مزر مسیر مردم هم میگیرد. از 5 تا 8 تا 3 ساعت رو میخوانم. کسایی که اونجا ما میشه شاید که یک بعد از پیشین شروع کنیم و ساعت 1 بجه بخاطر که خوراک نیست 15 کم نماز هم میخوانیم. 1 بجه شروع شد تا 2:30. خب میبینیم که چقدر امکاناتش هست. کم از کم 1 ساعت یعنی 2 ساعت 3 ساعت. زیرا در قرآن ماه قرآن یعنی رسول الله هم میگه که او حدیث سعید بخاری است که یکی از شما عاجز میشه که برا و چند دانه شطور از اونو صحابه بیاره و هیچ چیز تکلیف هم نبینه و پیسیش هم نره. صحابه گفت که این چی کلم هم میخوای میره؟ گفت آیا یکی از شما عاجز میشه که در مسجد بره قرآن بخوانه و یاد بگیره قرآن در هر آیتش گویا چندین شطور ثوابش به دست میاره. این حدیث بخاری است در هر آیتش. چرا این ثواب انتس بوده؟ باید در تفسیر اینجا چند جای مثلا در این مسجد هم شروع میکنین دیگه هم جای ها هست شما باید در تفسیر شرکت کنید. زیرا ماه قرآن هست هم تلاوت هم می شب هم مانه در تراویح هم بشنوید. حتی ما فکر کردم که اگر
حکومت باشد امی ماه رمضان کاروبارم کم شد، زیاد انسان به عبادت خود زیاد مصروف کنه. در فضای بیرونی یک فضای گناه است. شما میبینید در بیرون چقدر گناه است. این که در وقتان در مسجد تیر شوه و عبادت و اطاعت و جماعت و این بسیار روزه خراب نشه. در بیرون که میگردی خانه گناه است، باز روزه خراب نشه. بی حیایی است، بی حجابی است، میبینید نه؟ بی حیایی بی حجابی روزه را خراب نکنه. هم ثوابش انسان دست میته، ثوابش بسیار کم نشه. زیاد وقت تانو در مسجد تیر کنید. بسیار کوشش کنید. کمرهای تانو بسته کنید. یک ماه خیر است. بیخوابی خواب کم کنید. مثلا تا 5 بجه که شما عبادت کنید. از 2 بجه که میخیزید. تا سحری و همه. بعد اون 6 هفت. 2 ساعت بس از برید. یا 7.5 2.5 ساعت. باید پشت کار تانو برین بشه. 3 ساعت در شب خواب شدین. 2 ساعت هم در روز خواب شدین. بس. یک کل شدن 5 ساعت بس است. 5 ساعت خواب انسان تکلیف نمی بینه در یک ماه. بسیار خوب است. یک کل زورتان در عبادت و طاعت باشه. تراویح باز براتان میگم انشاءالله که اینجا خوب یک قاری بسیار جید و میاد انشاءالله داریم ما خوب قاری تکره که ختم شروع میکنم. یک سپاره خوانده میشه بسیار درست. بسیار اساسی یموت و رکوع و یموت و نماز واقعی قیام اللیل. که در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کسی که رمضان قیام کند از جهت ایمانداری و احتساب از جهت طلب ثواب غفر بخشیده میشن له از برای از انسان ما تقدم من ذنبی، تمام گناه قبلا انجام داده. قیام رمضان سبب عفو مغفرت گناه است. حدیث بخاری است. قیام اینا قیام در شب قیام اللیل کنان بعضی تعبیر و تراویح میکنند و مطابق سنت رسول الله هم اینجا تراویح خوانده میشه. در این تراویح هم خوب قوی شرکت کنند. حتی بر زنان ما جای داریم، میشه سیاسرا بیان 60-70 نفر است. اون جای جداست، بل سیاسرا هم جای است. بیان و هم قرآن هم بشنوند، ببینن قرآن چه قسم خوانده میشه. میشه شروع کنن نه یاد بگیرن قرآن، همون قسم قاری سر میخوانند. در تفسیر بیاین، جای برای تفسیر هم داریم. اگر بعد از پیشین یا صبح هر وقت شروع کردیم، برای خانم هم 70-80 نفر جای داریم. چون جای محفوظ متوجه شدیم. کمرهایتان رو بسته کنین، هم در تفسیر، هم در قیام اللیل، در تراویح، هم روزه. خوب متوجه هر لحظه تا عبادت کنیم. خب رسول الله صلی الله علیه و کتب الله علیکم صیامه، الله با بالای شما روزی زیرا فرض کرده. فیه تفتح و ابواب الجنه، در همین ما باز میشه دروازه جنت. اینا دروازه جنت باید ما زیاد عبادت کرده بریم که اونجا نعمت های جنت اضافه کنیم. کسی که یک سبحان الله میگه، یک درخت الله در جنت برش غرس میکنه، دروازه جنت باز میشه. و تغلق فیه ابواب الجحیم، در این ما دروازه جهنم بسته میشه. و تغلق فیه شیاطین، و در زنجیرها بسته میشه شیطانا. اغلال که میگه نی اغلال همو زنجیرهای کلان میگه، در زنجیرهای کلان شیطانا بسته میشه. در این ما فیه لیلتون خیر من الف شب، در این ما یک شب است که بهتر است از هزار ماه کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله اشارت میداد، میگفت از هزار ماه عبادت کرده یک شب عبادت کنی، از هزار ماه کرده که 83 سال میشه، ثوابش بالاتر است. و انشاءالله ما یکی از شبها را با تخصیص میتیم بر عبادت. 27 ماه میشه نگاهش خودتان در خانهایتان یک عبادت کنیم و 27 ماه میشه که ما بسته شب عبادت کنیم. پارسال هم کده بودیم، در اینجا باز هم انشاءالله الله بخواهد و با شما عمر و صحت نصیب کنم این کار انجام میتیم. رسول الله هم گفت فیه در این ما لیلتون یک شبی است، در بسته ما یک شب. چه قسم شب است؟ خیر من الف شب، بهتر است از عبادت هزار ما کرده که در غیر ما نباشه. و این خدا قرآن هم است که لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر او را میگه بهتر است از عبادت هزار ماه کرده. او را نباید ترک کنیم. من حرم
خیرها فقط حرمه، کسی که از خیر این شب محروم شد بدون شک از خیر محروم شد. این بزرگترین خیر از دست میتن. مثل که کسی بر شما بگوید اگر یک شب اینجا آمدی کار کردی، یک شب فقط نمیخواد این یک پیردار این سوسو بگرد یا یک چیز تاکو بالا یک لگ روپه برد میتون نه؟ یک شب یک لگ ماش کسی الا میتون؟ خدا با کشتن میتون یک لگ روپه. اگر در ماه یک شب کار باشه یک لگ کلگی میه میگه در دوازده ماه یک دوازده لگ روپه ماشه دیگه هیچ کار نمیتون. چطور ما این شب ایلا بتیم؟ ما تعجب میکنم با او کسایی که شب قدر ترک میکنه، شبای قدر. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله که از خیر ازی محروم شد از تمام خیر بازی. در دیگه حدیث میگه فقط حرم الخیر کله، تمام خیر محروم میشه. رواه احمد و نسائی، امام احمد نسائی روایت کرده حدیث صحیح است. و روی اتاکم رمضان، حدیث دیگه است که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله رمضان سید الشهور، سردار ماه است. سردار ماها است این ماه. و مرحبا به و اهلا، خوش آمدید باد به این اهلا، یعنی الله ای را بخیر بیاره با ما. خوشحال می شود رسول الله که این ماه آمده. صحابه بسیار خوشحال می شود، ما هم واقعا یقینا خود من بسیار خوشحال می شود که ما را گیر می کنیم، ماه رمضان بسیار می کنیم، یک نعمت کلان که الله به ما عمر داد، توفیق داد که باد این ماه آمده. بسیار ماه پر برکت. وان عباد عباد ابن ثابت مرفوعاً روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله اتاکم رمضان، رمضان شما را آمده، شهر برکت، ماه برکت است. دیگه حدیث یخشاکم الله فیه، الله شما را میپوشاند در این شب. فینزل الرحمه، رحمت نازل میکند الله در این ماه، در این ماه رحمت خدا الله نازل میکند. و یحط الخطایا، خطا و گناه انسان محو میکند الله در این ماه بسبب عبادت طاعت. و استجیب فی دعا، دعا را الله قبول میکنه. در این ماه هر وقت دعا کرده بودی، دعا خصوصا وقت افطاری دعا بسیار قبول میشه. ینظر الله الى تنافسکم فی، الله نظر میکنه با محبت و رغبت و شوق شما، چقدر شوق دارین به او الله نظر میکنه. و یباهی بکم ملائکته، افتخار میکنه الله به سبب عبادت شما در این ماه به ملائکه افتخار میکنه. الله که به عبادت ما افتخار کنه، سبحان الله، پس چرا ما عبادت نکنیم؟ الله به عبادت مؤمنین در این ما افتخار میکنه. فعر الله من انفسکم خیرا، می رسول الله هم گفت فعر الله، نشان بتین برای الله من انفسکم، از نفسایتان، از وجودتان خیرا، خیر برای الله نشان داده برید. روزه بگیرین، نماز، قرآن، ذکر، عبادت، صدقات، افطاری دادن، تا که میتونی خیره دیگه، کل زور خیره دیگه پرتون برای الله نشان بده. فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، رسول الله هم گفت بدبخت کسی است که محروم شود در این ماه از رحمت الله. این بدبخترین انسان است، جای زیبا جهنم است. در این ماه اصلاح نشد، در این ماه روزه را نگرفت و در این ماه عبادت و اطاعت نکرد، این بدبخت است. شقی کسی است که از رحمت الله محروم شود. رواه طبرانی و رواه ثقات و راویه ثقات. و فی الصحیحین، امام بخاری مسلم و حدیث در ارتباط فضیلت ما آورده نبی هریره رضی الله عنه و نبی صلی الله علیه و آله، از ابو هریره رسول الله صلی الله علیه و آله روایت میکنه، قال پیغمبر که فی دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان که بیاد دروازه آسمان باز میشه، و غلقت ابواب جهنم، دروازه جهنم بسته میشه، یعنی فعلا باز است، دروازه آسمان بسته، دروازه جهنم باز. رمضان که آمد دروازه جهنم بسته میشه، دروازه آسمان باز میشه، یعنی الله زود عبادت خوب قبول میکنه، اطاعت دروازه باز چی؟ خوب عبادت قبول میشه. و اخلاص چقدر که اخلاص باشد، این خوب مؤمن با مشرایط عبادت خدا انجام میده، شرایطی که رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن حدیث بیان شده است. و غلقت ابواب جهنم و سلسله الشیاطین، شیطانا در زنجیرها بسته میشه. کسی که عبادت اطاعت میکنه اوقع گمراهش کرده نمیتونه، آیا کسی عبادت اطاعت نکرد بدبخت میشه. و مسلم میگه فتحت ابواب الرحمه، دروازه های رحمت باز میشه، دروازه های رحمت، رحمت فرعون در رمضان با بالای مؤمنین میاد، کسی که ایمان داره، با بالای کافرین غضب الله میاد، به خاطر که بدبخت ها خود روزم نمیگیرن و نمیبینن.
و حدیث دیگه ابو هریره روایت میکند که این حدیث صحیح است، نسائی و غیره روایت کرده که رسول الله میگه قال اذا كان اول ليله من رمضان، پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که اولین شب رمضان شد صفدت الشیاطین، شیطان ها بسته میشد از زنجیرها، و مردت الجن، و سرکش های جنیاتی که سرکش است، جنیات شیاطین، اینا هم بسته میشن، و غلقت ابواب النیران، دروازه های جهنم بسته میشن. بعد از اون میگه فلم یفتح منها باب، این دروازه باز نمیمانه، کلش بسته میشه، و فتحت ابواب الجنت، دروازه جنت کلش باز میشه، فلم یغلق منها باب، این دروازه بسته نمیمانه، کلش باز است. یعنی انشاءالله به سوی رحمت کثیر الله. و ینادی منادی، یک آواز کننده آواز میکند، آواز کننده یعنی یک ملائکه آواز میکند، چی میگه؟ یا باغی الخیر اقبل، ای کسی که باغی طلب کننده خیر، خیر طلب میکنی، نیکی را طلب میکنی، اقبل متوجه شو، بیا به عبادت الله بیا، آواز میکند یک آواز کننده. و یا باغی شر اقصر، ای کسی که گناه میکنی پشت شر و بینمازی و جرم و جنایت و بیپروایی و اینا میرفتی، اقصر کوتاشو نکو، شر علابته به طرف خیر بیا. ولله و تقاو من النار، از برای الله آزاد شوینده از آتش است، دیما دیما بسیار کسار الله از آتش آزاد میکنه. و ذالک کل لیله، و این هر شب، یعنی هر شب الله مردم مؤمنین که با آتش جهنم مستحق شدن به سبب گناهان، در این شب الله آزادش میکنه، در شبهای رمضان. هر شب یعنی گناه فرق میکنه، بعضی گناهش کمه در شبهای اول، بعضی که زیاد است در نیم رمضان، بعضی بسیار زیاد در آخره. هر شب یعنی انسان ها از آتش جهنم آزاد میشن، اگر این محکوم به آتش شده گیست، محکوم به بندی خانه های آخرت شده که آتش جهنم است. رواه ترمذی و نسائی و حاکم، ترمذی نسائی حاکم یه حدیث روایت کرده، شیخ البانی میگه حسن صحیح، یه حدیث حسن و صحیح است، در بعض روایتاش حسن بعض صحیح است. و حدیث دیگه است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که نبی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و آله، می رسول الله هم گفت که اوتیت امتی فی شهر رمضان خمس خصال، پنج خصلت به امت ما در ماه رمضان داده شده است. پنج خصلت الله به امت ما در ماه رمضان داده، او کدام است؟ لم توت امت قبل، دیگه امت ها می پیش از اینا او خصلت ها داده نشده بود. الله یعنی به خاطر بعثت ما پنج خصلت به اینا داد. کدام است او پنج خصلت ها؟ خلوف و فم صاحبه، امی بدبویی دهن روزدار، اطیب و عندالله من ریح المسک، بسیار خوشایند است، خوشبو است، با الله از بوی مشک کردن. مشک یک عطر است در کشور عربی زیاد است، و او را که ببینین می فهمین بوی شد. یعنی اگر یک کسی ارش فشار که بیاد امی نیمای دیگر دهنش بوی میتا، بخاطر که میدهش از گرسنگی بعضی وقت بوی میبره، این امی بوی دهن روزدار پیش الله از مشک کرده خوشبوتر است. میگه بعد دیگه امتا اینا بود، و دیگه و تستغفر له الملائکه حتی یفطرون، ملائکه طلب مغفرت از برای روزدار میخواد تا که افطار کنه، تا افطاری رو ملائکه استغفر برای ازی دعا میکنه، یا الله ای رب ببخش، یا الله الله مغفر هو، الله مغفر هو، به می روزدارا دعا کده میره. سبحان الله. و یزین و یزین الله کل یوم جنته، هر روز الله جنت خود زیبا کرده میره بر روزدارا. ثم قال، بعد از می رسول الله گفت، الله میگه که یوشو که عبادی صالحون، نزدیک است که بنده های صالح ما، صالح که روزی رمضان و عباداتش انجام میتن، ایلقو انهم المعونت والعذا، که روبرو شوند با تکلیف، با مشقت های روزه روبرو میشن. الله میگه قریب است که بنده های صالح ما در رمضان مشقت هم میبینن، امی ماه گرمیست نه روز، روزا درازه 16-17 ساعت روزه میگیریم، واقعا تکلیف هست دیگه، یکم تا میگه بسیار گرسنگی میاد، سرم درد میکنه، این تکلیف ها خب میاد، روزه خب تکلیف نیست، باید تکلیف ها برداشت کنه. و یسیرون ایلی، و اینا به طرف تو میان، و تو صفد و فی شیاطین، دیگه که شیطان ها دیگه ما بسته میشن، فلا یخلصون فی الا ما یخلصون فی غیری، این قسمی که در غیر ما ها شیطان ها آزاد است، دیگه ما اوتور نیستن، دیگه ما بسیاری سرکشاش بسته میشن. و یغفر لهم آخر الليل، در آخر شب الله گناه زینا را میبخشه همین روزه دارا را.
قیل یا رسول الله یا لیلت القدر، آیا این شب لیلت القدر است که الله گناه امت می بخشه روزه دارا را؟ قال رسول الله گفت لا نه، ولکن العامل، لیکن کسی که عمل میکند، انما یوفا اجره، اجره جزی نیز داده میشود، پورا ثواب از این، اذا قضا عمله، یک وقتی که عمل خود عامل انجام بتم و مزدش برش داده میشه، ثوابش برش داده میشه. این همین قسم کسایی که روزه گرفت داخلیش که الله گناه ازی را عفو میکنه، ولی از هر گناه توبه بکار است. رواه احمد و البیهقی، احمد بیهقی روایت کرده است. یک حدیث دیگه بسیار دراز است ولی او را میمانیم چون که وقت ما و شما کم است، که اکثر علما او را میگن که ماه رمضان که آمد، که رسول الله هم گفت ماه مبارک آمده و فرضش به 70 فرض ثواب داره و نفلش به فرض تبدیل میشه. اگر که حدیث ضعیف است ولی ضعیف جدا نیست، میشه که در فضایل بیان شود. یکی از تابعین عیسی ابن طلحه میگه سمعت عمرو بن مره جهنی میگه من از این شنیدم، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یک مرد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله فقال، گفت یا رسول الله، ای رسول الله، ارایت خبر بده به من، ان شهدت الله اله الا الله، که گواهی بتم، اعتراف بکنم، عقیده کنم که غیر از الله حق دار عبادت و بندگی در کائنات نیست، معبود بر حق نیست، و انت و انک رسول الله، این میگه خبر بده که من شاهدی بتم، عقیده کنم که تو رسول الله هستی، و صلیت صلات الخمس، این وقت نماز بخوانم درست، و دیت زکات، دیگه زکات هم بتم، زکات مال من، و صمت رمضان، رمضان هم روزه بگیرم، و قمته قیام هم بکنم، هیچی میگه رمضان هم روزه بگیرم، قیام اللیل هم بکنم، یعنی شب قیام بکنم، فمن من انا، این مرد میگه از رسول الله هم سوال کرد که من جمله کدام مردم ها میشم، عقیده توحید اعلان بکنم و عقیده را با خود داشته باشم، و نمازهای پنجگانه را بخوانم، زکات را بگیرم، زکات را بتم، روزه ماه رمضان را بگیرم، قیام هم بکنم، از جمله کدام مردم ها من حساب میشم؟ یعنی اون کسایی که در قرآن تعریفشان شده، میقال رسول الله هم گفت که من صدیقین و شهدا، تو از جمله صدیقین حساب میشه، راستگویان، و از جمله شهدا حساب میشه. سبحان الله، صدیقین، شهدا، از اون جمله حساب میشه. و این آیاتی که در سوره نساء الله میفرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، کسی که اطاعت الله و رسول کند اینا به امرای کسایی است که الله به باره از اونا انعام احسان کردگی است، انبیا دوم صدیقین هم. یعنی در درجه دوم حساب میشه. در این حدیث در فضیلتش روزه رمضان و قیامش آمده، از جمله صدیقین و از جمله شهدا حساب میشه. یه حدیث شیخ البانی میگه صحیحون، در صحیح تعلیق الرغیب آوردگیست، جلد 3 صفحه 221، کسی که ماه رمضان روزه میگیره غیر از اینکه نمازهای خم دیگه فرایض انجام میده، الله این را از جمله صدیقین و شهدا حساب میکنه. این چقدر درجه کلان است. باید که ما و شما خوب کمرها را بسته کنیم برای عبادت. عبدالعزیز ابن مروان میگه کان المسلمین یقولون عند حضور شهر رمضان، میگه مسلمان ها وقتی که رمضان میامد دعا میکنن که اللهم قد اضلنا شهر، یا الله نزدیک شد به ما ماه رمضان، همین صحابه میگن اکثرش دعا میکن، فسلمه لنا وسلمنا له، این را به ما سالم بسان، ما را هم به سالم به این رمضان تسلیم بکن که ما عبادت از این را بکنیم، یعنی مرگ مریضی نبیاد، ورزقنا صيامه وقيام، نصیب بکو به ما توفیق بده روزه گرفتنش و قیامش، روزه هم بگیریم و قیام اللیل هم بکنیم، ورزقنا فی الجد والاجتهاد، و ما خوب نصیب بکو جد و اجتهاد، خوب کوشش، خوب زحمت، خوب در این ما دیگه تکلیف را برداشت کنیم، اجتهاد بگیریم، والقوه و النشاط، قوت نصیب کو، نشاط و متو انسان خوب صحتمند باشه، این را به ما نصیب کو، و از نافی من الفتن، نگاه کن ما را از فتنه ها، یعنی از گناه ها ما را نگاه کن، صحابه می گه دعا را میکنه که در این ماه به ما خوب توفیق بده که عبادت انجام بده. حتی یک حدیث دیگه است که در روزه گرفتن چقدر ثواب است، در این باره می فرماید که، و یک صحابی حدیث ای است،
در خواب خود دید که یک کسی بود، دو دان رفیقا بودن، یکی شهید شد، یعنی در راه الله شهادت نصیبش، با کفار جنگید و این دیگه نفر بعد از او وفات کرده، 3 سال بعد 4-5 سال بعد دومی رفیقش، ولی شهادت نصیبش نشده. در خواب میبینه که یه از امو رفیقشه که شهید شده سبقت کرده، جنت پیش میره، ثوابای زیاد است. بر رسول الله هم گفت می تو خواب دیدیم رفیقم شهید شده، ولی ما بعدن که عبادت کرده رایستم میامد خواب دیدیم که ما از او کنه درجه بالا. این چطور است؟ رسول الله هم خوابش هم تصدیق کرد. فقال نبی و پیامبر هم برش گفت که علیه السلام بعد او ما کذا و کذا سال، آیا بعد از این نماز ایقا نمازا رو نخون؟ گفت بله. وادرک رمضان، رمضان گیر نکد، فسام و روزه گرفت، قیام کرد و عبادت کرد. گفت بله. گفت والذی نفسی بیده، قسم به ذاتی که نفس ما به دست از او است، ان بینهما لابعد، که در بین این دو نفر بسیار دوری است در درجه و مرتبه، مما بین السماء والارض، آنچه که در بین آسمان و زمین فاصله است. یعنی این قدر درجه از بالا است گویا که در درجه آسمان است و در زمین است. رواه احمد و غیره، امام احمد و غیره روایت کرده که حدیث صحیح است. یعنی در رمضان عبادت همین انسان درجه شهید بالا میبره. پس بسیار دهی گفتیم که گپا خوب، احادیث زیاد بود دیگه، همه قدر بس است. الله به ما شما توفیق بده که کمرها را بسته کنیم بر عبادت و اطاعت و بندگی. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم. پیغمبرش بهترین عالم است.